الله الرحمن الرحیم. شروع میکنیم به نام خداوند یکتا و بی همتا. سلام و عرض ادب خدمت شما شاگردای خوبم. چی حال دارین؟ خوب هستین؟ خدا کنه که صحتمند باشین. بله، به همی امیدواری. ما استاد شما شکیبا شیخانی شروع میکنم به درس امروزی خود. قبل از اینکه به درس ما شروع کنیم، مرور میکنیم به درس گذشته ما. درس گذشته ما کدام عدد بود؟ کتابای خدا باز کنیم، کتابای ریاضی تانه. امروز جلسه چندم یا درس چندم ماست؟ امروز درس پنجم ماست. امروز درس پنجم کتابتان است که با هم یک جای به پیش میبریم. اینه فراموش نکنین و در کتابچه هایتان بالای کتابچه تان درس حتما نوشته کنین که درس چندم ما است. درس گذشته ما چی بود؟ درس گذشته ما عدد چند بود؟ عدد تو. تو یا دو. عدد چند بود؟ دو یا تو. چی کردیم دو را؟ ما براتون کارخانگی داده بودم که در این جدولی که به شما داده شده تو را مکمل نوشته میکنید و در اینجا اسپیلش را نوشته میکنید و در اینجا به این قسم که براتون نشان دادم در چهار خط تو را شما اسپیل میکنید و خدا کنه که شما درس کارخانگی تا نفراموش نکده باشین و کارخانگی خدا نوشته کده باشین و می امیدواری. شروع میکنیم به درس جدید خود. درس جدیدی که امروز ما میخوانیم صفحه چندم کتاب است؟ صفحه نهم کتاب. درس پنجم ما عدد 3 یا 3. عدد چند؟ 3. با ما یک جای تکرار کنیم شاگرد عزیز. بله، 3 3 3. تری چند دانه را میگن؟ 3 دانه را. تری چند را میگن؟ عدد 3 را. 3 3. و در اینجا در شکل متوجه باشین ما این رسما را بر شما جور کردیم که کمی درستان جالب هم شوه و این طفلک را ببینین چند دانه است؟ 1 2 3. عکس چند دانه طفلک ماندیم؟ 3 دانه. 1 2 3. تری چند را میگن؟ 3 3 را میگن. و اینجا چند دانه است از این شیرینی ها؟ 3 دانه. عدد 3 به چند شکل گفته میشه؟ 1 2 3. پس چند دانه است از این شیرینی ها؟ 3 دانه. و در کتابتان متوجه باشین در کتابتان چه قسم کار میکنین. در این جدول مکمل این خانه خالی ها را با عدد 3 پر میکنین، با عدد 3. و در پایی این جدول مکمل با اسپیل تری THREE. و در چهار خط حالا ما بر تا نشان میدم که یارا چه قسم پر میکنید. متوجه باشین شاگرد عزیز، در این جدول شما 3 را نوشته میکنید مکمل تا آخر و در این خط پایانشان اسپیل عدد 3 را. بله، حالا متوجه باشین در این شکل ببینید چند دانه پنسل است؟ 1 2 3. و در بالا 3 را نوشته کرده و شما را گفته که 3 را اسپیل کنید. ببینید T در 3 خط کلان، H در 3 خط که اول و R در 2 خط مابین و دبل ای هم در 2 خط مابین. به این شکل دیدین شاگرد عزیز؟ اینجا را مکمل 3 را تا با آخر نوشته میکنین. اینجا این کار سنفی شماست که در سنف باید انجام میدادین، اما ناگزیر چون درس از رای دور ما شما میخوانیم به همین خاطر این هم باید شما خودتان در خانه انجام بدین. پایان جدولش اسپل 3 را نوشته میکنین مکمل تا آخر. در اینجا ببینین عدد 3 را 3 دانه پنسل از 3 را نوشته کرده. از شما خواسته که 3 را در 4 خط شما چی کنین؟ در 4 خط نوشته کنین. T 1 2 3 در 3 خط، H 1 2 3 در 3 خط، R در 2 خط وسطی و دبل ای هم در 2 خط وسطی. فهمیده شد شاگرد عزیز؟ این کار سنفی شما بود. حال کار خانگی شما چیست؟ دایری هایتان از یادتان نمیره. دایری هایتان میکشین، قلم پنسل میگیرین و در دایری هایتان نوشته میکنین کار خانگیتان چی است؟ نوشته میکنین که
در وسط کتابچه یک خط میکشین، اینجا عدد 3 مقابلش اسپیل 3 THREE مقابل خط عدد 3 به حساب و سین ایدون بک 3 3 اسپیل 3 3 ای به رقم و ای هم به حرف. این شما شاگرد عزیز باید یاد داشته باشید و از این برای من 2 صفحه نوشته میکنید. چند صفحه؟ 2 صفحه. از این 1 صفحه هم کارخانگی تان از کتاب که کار سنفی تان کار میکنید و کارهای خانگی تان ما برای من از طریق واتساپ روان میکنید و من میبینم. خب شاگرد عزیز و نازنین من، خدا کنه که درس یاد گرفته باشین و مشکلات تان همراه با مادر جان تان برای من روان میکنین و من همراه تان از طریق یوتیوب و از طریق واتساپ و تلگرام میشه که ما شما با یکی دیگه تماس داشته باشین و مشکلات تان با من در میان بگذارین. با امید از اینکه روز خوب و خوش داشته باشین، خدا نگهدارتان.